خب یه قینک استفاده میکردیم؟ چیزی رو میشنویم؟ قید شد گوش. شما دیدین که در برنامه‌های متفاوت ما در مورد چشم، در مورد گوش معلومات پیدا کردم. امروز اینه دندانم درد میکنه، یعنی خیلی سخت است که حتی اگر یک دندانت هم درد بکنه تمام اس میکنی که تمام بدنت درد میکنه. شاید هم من خیلی بی‌تفاوتی کرده باشم نسبت به ساعت. اما آیا مثل ما شما هم گاهی فکر کردین که صحت چیست و داشتن صحت خوب برای ما چه معنای دارد؟ با وقتی که ما شما مریض میشیم میفهمیم که ارزش صحت چیست. حتی خدای نکرده اگر ما مریض میشیم کوشش میکنیم هر قدر پول ما مصرف شوه مصرف بکنیم و یا حتی کوشش میکنیم که به خارج از کشور بریم که صحت ما خوب شوه. پس وقتی که ما شما صحتمند نیستیم میفهمیم که صحت بهترین عطیه و نعمت خداوند است. پس ما در این برنامه باید جواب این سوالا را پیدا بکنم. صحت چیست؟ آیا تا به حال به سلامت خود توجه جدی داشته اید؟ آیا تداوی یا درمان مهم است برای صحت ما یا وقایه؟ چگونه می توانید تمام عمر صحتمند زندگی کنید؟ آیا مشکلات جدی صحی امکان دارد در خود کشور ما تداوی شود؟ اول میرم نزد چند هموطن ما که نظرشان در مورد صحت داشته. صحت ثروت است. وقتی که ما و شما از آب، هوا، اکسیژن تنفس میکنیم تمامش نعمتهای خداوند است. خدای نکرده اگر یکی از ایرام نداشته باشیم و نتونیم مستفید شویم خیلی ناراحت کننده است. اگر ما اندک دندان ما، سر ما خدای نکرده درد بکنه چقدر سخت تمام میشه. امروز میریم روی صحت صحبت میکنیم، ببینیم که صحت تا اینکه ما بیشتر به ارزش صحت پی ببریم. با ما باشین در برنامه صحت. باش کمی جگ بیادر ما بیتاو کرده. خوب هستین؟ چلو صحتمند؟ معرفی هم بکن. تمیم هستم. تمیم جان، ماشاءالله خوب صحتمند معلوم میشه، اما تو قد بلند و صحتمند. تمیم جان چی مصروفیت داری؟ خودم دریور هستم همینجا. بسیار خوب. تمیم جان به نظر خودت صحت چقدر ارزش داره برای یک انسان؟ برای یک انسان بسیار صحت بسیار ارزش بالا داره، بسیار ارزش بالاست. نکرده کدام وقت مریض نشد؟ تا بالا فعلا نه. اما تو صحتمند باشی. وقتی که مریض شویم، وقتی مریض شویم باز میفهمیم که صحت چی یک چیز چیزی است. راست میگی. تو کدام سردرد عادی یا دندان درد یکان چیزکا؟ ولی یک کم انتم دندان میشد گاهی وقت دیگه. تا بالا فعلا دیگه مریض نشدیم که دندان. در قسمت وقای دندان چقدر توجه کردی؟ چقدر برات مهم بوده؟ چقدر مثلا برای فکرش بودی و چیزهای خوب برش خریدی؟ کریم، برس؟ ولی بساعت ما کل چیز خوب است. خب به دندانهای ما کریم هم گرفتیم، دیگه مسواک هم گرفتیم. دیگه از اون مخاطر است دیگه که درد دندان ما رو هم گم شد دیگه. تا بال فعلا دیگه کنم درد دیگه هم اسک نمیکنیم. حالا هیچ وقت درد دندان رو نبینی که دندان به دندان نزنی. زنده باشی. سلامت باشی تمیم جان. بخیر باشی. سلامت. بخیر باشی. سلام. سلام. خوب هستین صحتمند؟ وقت داره یک دقیقه صحبت کنیم؟ آه بردوت شم. آه معرفی بکنیم؟ ما اسمتون؟ از ولایت خوست هستیم. مریض از خوست آوردیم. مقصد این روز اینجا عملیاتش کردیم. خوب عملیات. مقصد خوب دکتر است. مریض قلبی بود. مریض داشتین شفخانه آورده بودین. تصادفاً موضوع برنامه ما هم صحت است. خدای نکرده در خانواده ما وقتی که ما و شما مریض می داشته باشیم درک میکنیم که چقدر صحت مهم است. بشک بسیار بسیاری دکترها ما و شما که مثلا اینجا داریم فهمید از خوست که ما می آمدیم به خاطر از این ما آمدیم که مثلا این تو در کابل خوب از دکترها کابل خوب از خوب در حقیقت دین روز یک نفر گفت ببر در پاکستان مثلا در راه میرمشا. ما گفتم نه در کابل دکترها هست ما چی کنیم در پاکستان میبریم. این افتخار از برای ما شما که در کابل ما شما دکترای خوب داریم که آدم جور باشه صحت خوب باشه خوشحال از این کدها دیگه خوشحالی نیست. باز همیشه هم تو صحتمند باشی. قربان شم. سلامت باشی. خیر باشی. سلامت. سلام که امی بیادر ما منتظر موتر است. سلام. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ اسمتون؟ سردار ولی. یک گوشه است. تا چه هم به خیلی منتظر موتر بودی کاله.
منتظر موتر گفته خدای نکده موتر اوگار ما نکنه. خواه برنامه صحت تلویزیون آریانا امروز روی صحت است. خودت برات صحت چقدر مهمه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سردار ولی اندر هستم، شغل آزاد دارم. صحت ثروت است. زمانی که صحت درست نداشته باشیم لذت زندگی را نمیفهمیم. چی گپه؟ واقعا وقتی که ما و شما صحتمند هستیم، از آب، هوا، اکسیژن، هر آن چیزی که در طبیعت برای ما و شما خداوند آفریده لذت میبریم. بله، بدون شک. چقدر توجه میکنی در قسمت حفظ و نگهداری صحت؟ توجه زیاد میکنم، چون الطهور و شطر الایمان، حدیث رسول پاک است، نظافت جز ایمان است. زمانی که ما نظافت مراعت کنیم بدون شک ما مریض نمیشیم، چون اگر ما پین و خضو بگیریم ما دچار امراض داخله نمیشیم. اگر ما صبح وقت بخیزیم چند قدم پیاده بریم به مرض قلبی دچار نمیشیم. و امثال هم اگر ذکر اذکار پروردگار کنیم ما به امراض روانی دچار نمیشیم. پس همه جلوگیری که باید ما جلوگیری کنیم در قرآن پاک به ما یادآور شده. همیشه هم تو صحتمند باشی. همیشه عزیزایی که مریض دارن بخیر برای مریضایشان شفای عاجل خواهان هستیم، و عزیزایی که صحتمند هستن همیشه شکر نعمات خداوند داشته باشین. تشکری میکنیم از شما همتون. از شما هم تشکر، از رهبری تلویزیونتان تشکر میکنیم که چنین برنامه را تحت چنین برنامه را و پیش میبرند، چون تعداد زیادی در عصر کنونی به تلویزیون دسترسی داره و زمانی که برنامه شما را تعقیب میکنه زیاد چیزها را میدانه. میبینه که چون برنامه را داره باید ما چون کارهای را موفقیت خوان هستیم. بخیر باشین، سلامت. خب حالا میریم در مورد ارزش صحت میبینیم. اهمیت صحت و سلامتی و روش های حفظ کردن آن در دین مقدس اسلام، سلامتی از جایگاه و ارزش ویژه برخوردار است، زیرا بدن انسان مرکب روح و ابزار تکامل انسان است. از این رو قرآن و حدیث حاوی دستورات بسیاری در خصوص صحت و سلامتی است. داشتن صحت خوب به معنای خوب بودن از نظر جسمی و روانی است. صحت جسمی خوب به این معناست که بدن حالش خوب است. اگر غذای خوب بخورید، منظم ورزش کنید، به اندازه کافی بخوابید و از تنباکو و مواد مخدر اجتناب کنید، سیستم ایمنی بدن خود را تقویت می کنید و خطر ابتلا به بیماری ها و اختلالات را کاهش می دهید. داشتن صحت و روان خوب به معنای تعادل بین احساسات مثبت و منفی است. این همچنین بدان معناست که شما در زندگی احساس خوشبختی می کنید و روابط خوب با فامیل، دوستان یا دیگر افرادی که میشناسید دارید. در اسلام تاکید بر پیشگیری شده است. اسلام سعی دارد تا برای انسانها راههایی که سلامت را حفظ میکند قرار دهد. گرچه در اسلام طب نیز وجود دارد که برای سلامتی بشر تعلیم شده است. باش برام به خاطر از اینکه معلومات من بیشتر شوه و قسمی که در آغاز برنامه یادآوری کردم امی دندانم درد میکنه، برام همی حفظ صحیح دندان هم معلومات بکنم و در مورد صحتم هم بیشتر معلومات پیدا بکنم. عزیزان بیننده برنامه صد، خوبانه که تلویزیون آریانا را بیننده هستین، بازم شما را خوش آمدید میگم. با دنبال حل سوالات خود آمدیم نزد دکتر صاحب. البته در برنامه های متفاوت مرا دیدین که رفتم موضوع چشم معلومات پیدا کردم که این آینه که دکتر صاحب پیشنهاد کرد که داشته باشی، بخاطر از اینکه در فضای برنامه هم چون نور میباشه همکارایم زحمت میکشن، همونطور لایت های مقبول میارن، ولی بخاطر از اینکه حساسیت نداشته باشی، حساسیت نکنی،
آینک باید استفاده بکنی. خب دندان مرا درد گرفت، آمدم نزد دکتر صاحب، ولی فکر نمیکردم دیگه که خراب شده باشه. گفتم یک درد عادی است. گفتن نه، دندانت خراب شده. اینجا من فهمیدم که داشتن دندان سالم چقدر مهم است و وقتی که درد کنه و یا خراب شده باز میفهمین دیگه که ناراحت کننده است. بر صورت همراه دکتر صاحب صحبت میکنیم و سوالاتی که در برنامه است بیشتر حل شود. سلام خدمت شما دکتر. سلام به شما، خدمت شما برادر، و سلام به همه بیننده های تلویزیون آریانا که برنامه شما را میبینه. مهربانی معرفی هم بکنین دکتر. ما دکتر رحیم، محمد رحیم عمری هستیم، مسئول بخش استوماتولوژی شفاخانه افغانستان. دکتر صاحب، داشتن دندان سالم چقدر برای یک انسان مهم است؟ داشتن دندان سالم بسیار ارزشمند است از هر لحاظ. یکی کسی که دندان های سالم داشته باشه در وقت تکلم، در زیبایی و در روح روان مریض بسیار اثر مثبت داره. ما شما اصلا دهن هر انسان آینه بدن است. در هر حالت، در هر مریضی، مشکل ابتدا از دهن شروع میشه. ما باید نهایتا کوشش بکنیم حفظ صحه جوب دهن و دندان درست نگهداری کنیم. وقتی که قدر مهم است دکتر صاحب دندان، ما چطور بتونیم یک عمر حتی تا زمانی که حیات هستیم این دندان خود قسمی که هست نگهداری بکنیم؟ مثلا چی کارهایی را باید انجام بدیم؟ اصلا دندان ما اگر بخوایم تا تمام عمر دندان سالم داشته باشیم، ما از 6 ماهگی وقتی که طفل والدین باید کوشش بکنه ما طفل خود از 6 ماهگی دندانشان درست وقایه بکنه، ببینه و در مورد تعقیب دندان، امراض دندانی طفل خود متوجه باشه. از 6 ماه الی 16 سالگی اطفال خود باید هر 6 ماه پیش دکتر برده شود، پیش دکتر متخصص ورزیده که برای دستگاه خود نزدیک باشه، برای تداوی و برای جلوگیری امراض دندانیشان، برای معاینه دندانشان هر 6 ماه بعد باید برده شود. و در جریان 6 ماه الی 16 سالگی دندان های هر طفل هر 6 ماه بعد باید یک دفعه به خاطر جلوگیری کریس دندان یا پوسیدگی دندان پولاریزیشن شود. پلوراید سبب جلوگیری از پوسیدگی دندان میشه که این رول بسیار مثبت داره و والدین اطفال باید متوجه باشه که لااقل روزانه صبح و شام روزی 2 بار دندان اطفال خود برس بکنه و یا طریقه برس کردن دندان و خلال برای ماشوم خود یاد بده و متوجه ازی باشد دندان های اطفال خود روزانه لااقل 2 بار شستشو شود، صفا شود. حفظ صحه جوب دهن اطفال در ابتدا بسیار رول داره در تداوی دندان دائمی، برای جلوگیری پوسیدگی دندان های خود، دندان های شیری، و رول بسیار عمده در سالم نگه داشتن دندان های دائمی داره. اگر والدین درست متوجه اطفال خود با دندان های اطفال خود باشه، در آینده دندان های دائمی هم سالم می داشته باشه. بسیار خوب دکتر صاحب. ای که اما هموطنان عزیز ما، موضوع برس کردن دندان خو حتمی از هم شما برس میکنیم، اما یک باریکی که هست، مثلا اکثر دوستا شاید برس میکنن دندان خود 3 بار در روز یا 2 بار در روز، اما امی شرایطی که امی برس هم مثلا کدام برس استفاده بکنن و ای که چند مدت بعد دیر تبدیل بکنن، شاید برس هم خراب شد. ما یک تعداد دوستا رو دیدیم مثلا که یک همکار تکنیکی ما میال در برنامه است، باز اون سال که تمام میشه برس خود تبدیل میکنم، میگم خب بیاسم برس میکنم دیگه روز 3 بار، اما شاید امی ای که تبدیل هم نکنیم زود زود هم شاید مشکل بسازه برای ما بردندم. بله، در ابتدا انتخاب برس بسیار مهم است که برس بسیار سخت استفاده نکنه، برس های نرم و یا برس های متوسط باید استفاده کنه و کریم هم مطابق نظر متخصص دندان باید یک مریض استفاده بکنه، به خاطر که بعضی دندان هست ضرورت به یک نوع کریم دندان داره و دیگه دندان ها هست به کریم دیگه نوع کریم دندان ضرورت داره.
و انتخاب درست بعد از انتخاب درست بورس دندان بعد ما به دو علامه مهم متوجه باشیم. وقتی که رنگ خود بورس دندان تغییر کردن تبدیل شوه و یا لااقل شاریدگی در خود بورس یعنی میای بورس و پیداش باید تغییر شوه و معمولا از 20 روز الی یک ماه باید بورس تغییر شوه بهتر است. تشکر دکتر صاحب که وقت دادین. اجزا امید دارم تا این دم این سوالات که در ذهن شما بود حل شده باشه. وقفه می داشته باشیم. و من دکتر صاحبا اجازه دادن که داخل عملیات خانه برام بیشتر به اهمیت صحت پی بردم چون فضای عملیات خانه واقعا ناخوشایند است. خب گفتن که امی تداوی قلب خیلی دشوار و مشکل است و حتی هموطنان ما میرفتن به خاطر عملیات قلب به خارج از افغانستان. حالا بریم ببینیم که چقدر امکانات در قسمت عملیات قلب در کشور ما وجود دارد. عزیز صحت ثروت است و خدای نکرده زمانی که ما تا زمانی که ما مریض نشیم ارزش و قدر صحت نمیفهمیم و قلب، چشم، گوش، هر اعضای بدن ارزش خود را داره. بخصوص قلب که یک چیز با ارزش است. در افغانستان ببینیم چقدر کارا صورت گرفته. نزد دکتر صاحب آمدیم روی همین موضوع صحبت خود کردیم. اول خو از اینکه وقت گذاشتن تشکر میکنیم از دکتر صاحب. سلام دکتر صاحب. سلام علیکم برادر. خوش آمدین. بخیر آمدین. سلامت باشین. خب اول خو پیش از اینکه روی قلب صحبت بکنیم روی ارزش صحت میخوایم پیامتون را داشته باشیم. تشکر. صحت خو یک نعمت بزرگ است که خداوند به ما و شما داده، پس همیشه باید مواظب صحت خود باشیم و او روش هایی که از نظر طبی توصیه میشه چی با افرادی که امراض مختلف داره و چی با افرادی که صحتمند است، پس باید در نظر گرفته شود تا صحت ما و شما از نظر صحت کدام مشکل نداشته باشیم. قلب خو یک چیز خیلی مهم است. من امروز یک دندانم اندک درد کرد، خیلی ناراحت کننده بود تا اینکه من مراجعه کردم به شفاخانه، آمدم که بیایم سوالاتم هم حل شوه. روی خود قلب اگر صحبت بکنیم چقدر کارا صورت گرفته، چقدر مریضا پیش شما میاین، چقدر از این ناحیه شکایت دارن و امکانات در افغانستان چگونه است؟ مریضای قلب خو بیشتره، چون پیش در طبابت درسی تشخیص امراض قلبی زیاد امکانات نبود از نظر تکنولوژی، ولی فعلا که تکنولوژی پیشرفته به دست دکتر صاحب و مملکت ما به دست راست قرار گرفته، پس به همی اساس تشخیص امراض قلبی هم بیشتر شده. البته قلب یک عضو حیاتی اساسی است. در این مورد زیاد پیشرفت‌های در سال‌های اخیر مملکت ما داشته که هم در بخش تشخیص و هم در بخش تداویش و او وسایلی که به بخش تشخیص و تداوی نیاز است تا اندازه زیاد به دسترس قرار دارم، ولی فعلا هم یکان کمبودی‌های است که انشاءالله با امیدی که یک روز تمام کمبودی‌های ما تکمیل شود. روی این مورد هم اگر صحبت بکنین که هموطنان عزیزی که چون این برنامه را همگی میبینن آگاهی پیدا بکنن که علامات علائم چی است. در مجموع خو ارتباط به قلب علائمی که زیاد متبارز است و افراد نفس قیدی حس میکنن
یا در اطراف قلب یا در صدر دردای حس میکنه، خصوصا این نفس قیدی و دردا به شکل فعالیت فیزیکی بیشتر میشه. در یکان مراحل که قلب زیاد ضعیف شوه ما فیلر قلب میگیم، باز در اون مراحل میشه که دالت استراحت هم ای اعراض حس کنه. یکان اعراضی است که خود شخص حس میکنه که قلب ما اما ضربانش بی نظم است. پس این افراد که هست باید مراجعه بکنن به مداکتر مربوطه خود و معاینات ابتدایی خود انجام بدن تا که مطمئن شوند که در قلب کدام مشکلی نیست و یا اگر است که او تداوی و تشخیص و تداویش صورت بگیره. تشکر دکتر صاحب ازی که وقت گذاشتین، فکر بکنم که عملیات هم دارین، مزاحم وقتتان نمیشیم. تشکری میکنیم از دکتر صاحب، میریم ادامه برنامه سطر هم میبینیم. حالا هم جریان عملیات قلب را خواستم از نزدیک ببینم که با کدام امکانات و شرایط انجام میشه. واقعا خیلی جالب است. باش که دکتر صاحب مصروف عملیات است، همین که خلاص شوه یک چند سوال دیگه هم دارم که امروش مطرح خواهد کرد. دکتر صاحب مصروف هم هستین، میشه که بسیار کوتاه روی این پروسه صحبت بکنید؟ مریضی بود که عمله قلبی دچار شده بود، پس بعد از تکمیل نمودن معاینات لابراتواری و معاینات ابتدایی مریض به کتلب یا عملیات خانه قلب انتقال دادیم. به مریض انجیوگرافی صورت گرفت، قسمی که دیده میشه یک رگ یا نلکی کلان کرونر که ما به نام لفت انتریور دسندنگ میگیم، LED و 60% قلب خونه این امی کرونر اعاده میکنه، طرف های 80 الی 90% بندش است. پس از نظر تبابت باید این قسمت دوباره باز شواری و سکولرایز شو و یک سپرنگ یا ستنت گذاشته شو تا که اون مقدار خونی که باید لازم است به قلب برسه و فعلا به کمبودش دچار است دوباره اون نمو جریان خون تامین شو. شکر دکتر صاحب، چون جریان عملیات هم است مزاحمت بر شما نمیکنیم. تشکری میکنیم اعضای، یک مرحله خیلی حساس و مهم است، به خاطر هم خواستم که شما هم از نزدیک ببینین. دکتر صاحب هم میرم مصروف تصاویر جریان کارشان رو میبینیم، درست است؟ نتیجه گیری، چگونه می توانید صحت جسمی بهتر داشته باشید؟ اگر از صحت و سلامت برخوردار هستید، باید آن را با در نظر گرفتن نکات صحی حفظ نمایید. همواره نظافت را رعایت نمایید. تغذیه خود را درست و مناسب ساخته و از غذاهای خوب و مفید میل کنید. عزیزان بیننده، رسیدیم به پایان برنامه. آرزو دارم تمام سوالاتی که در این برنامه بود و مطرح شده بود در ذهن ما و شما همچنان حل شده باشه و تا برنامه های بعدی که باز حبیب ناظم با یک موضوع متفاوت خدمت شما حاضر میشه، شما را بلای پاک لحظان مسپارم. چشم برای نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم شما جهت بهبود برنامه خودتان هستیم. انشالله تا یک چند برنامه دیگه فصل دوم برنامه صد هم به پایان خواهد رسید. پس تا برنامه های بعد وقتتان بخیر. الان نگهدارتون.